زبان کوتاهه، سریع و مختصر و فشرده. چند دفتر که به نظرم میرسه خدمتتون بگم، فکر میکنم یک سال پیش بود که ما همینجا دارم دیگه جمع شدیم و در واقع اعلان تأسیس گروه مهر بود و من خیلی شادمانم و سرفراز که باری دیگه خدمتتون هستم و در کنار دوستان و یاران عزیزی که مفهوم مهر رو معنی میکنم. در این همیان یک مثالی از مفهوم مهر رو نزدم و اون مثال باید که وقتی من میگیرم میگارم که کنداکتر دو دقیقه رو حساب نکنم توی سخن من، چون این رو در این همیان نگم که حضور من اینجا علتش مهره. دوست بسیار گرامی و مثل برادر من میبینم دارم من که اسمش اینجا نیومده نیست و فکر میکنم من خیلی خوشحالم من باید اسمش رو ببرم. دوست عزیز من آقای سهیل مرادپور، نمیدونم کجا هست، سهیل عزیز روشن کرده و شاید ندونم دوستان که من سهیل همدیگر رو اولین بار سی و چهار سال پیش اولین بار هم دیگر دیدیم و یک بار هم دیگر دیدیم و یک بعد از ظهر رو ما با هم دیگه گپ زدیم و یک دوستی بین ما شکل گرفت در یک بعد از ظهر و بعد سی و چند سال برای بار دوم هم دیگر دیدیم و اون لحظه بود که گروه مهر رو به من گفت من بخوام چه کاری کنم و همچین اتفاقی افتاد. و دوستم مهر اینه، مهر دوستی است که سی و چند سال حتی اگر طرف رو نبینی همچنان باقی است. دوستی است که سی و چند سال وقتی طرف رو نبینی همچنان گرامیگاه مشترکی با او داری و کار مشترکی رو بعد سی و چند سال که ما آدمهای دیگری شدیم. ما دو بچه ابتدای دبیرستان بودیم اول کار و موقعی که هم دیگر رو دیدیم دو مرد چهل و چند ساله شده بودیم. آن محوری که این مهر رو نگه می‌داره، آن محوری که کنار هم بودن رو ممکن می‌کنه، مهری است که ما به یک امر مشترک داریم، مهری است که ما به همدیگه، به ایران زمین، به مردم ایران زمین داریم. چگونه ایران زمین رو ما بشناسیم، موضوع مهرمون رو که حاملی است که عشقمون به همدیگه رو در خودش جا میده؟ چند پیشنهاد ندارم اینجا چون زمان کمه، فهرست کار خدمتتون بیان میکنم. سال گذشته که ما اونجا دورم دیگه جمع شدیم به اتفاق امیر حسین عزیزم برادرم خارجی ماموزی، ما تازه سفری یعنی قبلش سفری رفتم بودیم به روسیه و من همون موقع بلافاصله سفر دیگری رفتم به چین و موزه ها رو خیلی دیدم و یکی از چیزایی که برام خیلی جالب بود و یک گپی با هم دیگه داشتیم در این مورد این بود که چقدر جالب هنر ایران انگار تابوه، انگار اسم بردن از ایران وقتی از هنر حرف زده میشه انگار یک امر شنیعه. تو موزه ها اسم ایران نیست، تو موزه ها تکه تکه است هنر ایران در سالن های مختلف، طبقات مختلف پنهان شده. برچسبی نیست که پرچم ایران، اسم ایران رو بر فراز آن زیبایی که تمدن ایرانی آفریده گسترده رو کنه. و اونجا گپی که من زدیم این بود که تاریخ هنر ایران باید نوشت، باید روش شناسی پیدا کرد برای اینکه هنر ایرانی رو بتونیم سازمان یافته و منظم بنگریم، فهرست کنیم، بفهمیم و تحلیلش کنیم و با پشتوانه چنین چیزی میتونیم هنر جدید بیافرینیم، هنری که مال خودمون باشه و تحلیلی نباشه. من چون زمان کوتاهه دو تا پنج نقطه دارم. یک پنج نقطه تاریخ هنرهایی که الان در مورد ایران نوشته میشه چه ایرادی داره؟ ما الان تا یه حدود 130 سال گذشته که نوشتن تاریخ هنر باب شده و ایران زمین یعنی قلمرویی که ما قلمروی تمدنیمونه تکه تکه موضوع نوشتن تاریخ هنرهای متفاوت بوده. حالا از گیرشمن بگیریم تا پف در مورد خودمون کشور ایران کنونی نوشتن تا کسانی مثل مالوان و دیگران که در مورد عراق و سوریه امروزی نوشتن و افراد دیگر. ما نزدیک 100 کتاب مهم تاریخ هنر داریم در دوران مدرن در مورد قلمرو ایران زمین. همه این کتابایی که دارم میگم این ایرادایی که الان خدمتتون میگم داره و این ایرادای جدی است و این ایرادایی است که در واقع از نابینایی نسبت به آفرینش هنر در یک حوزه تمدنی برمی‌خیزه. یکی این که همونطور که گفتم پیش‌فرض داره همه اینا، تمام این کتابا رو که می‌خونید یه پیش‌فرض میشه.
که ما تمدن ایران نداریم. ما یک کشور ایران داریم. یعنی چی؟ یعنی ما همونطور که الان نقشه جغرافیای سیاسیمون نشون میده یک کشور شبیه گربه اون میان داریم و یه چیزایی اون تو پیدا میشه اینا هنر ایرانیه و آنچه که خارج از اینجا پیدا میشه اصلا هنر ایرانی نیست و تأکید هست در این مورد. و یه جوره اینطوری بهتون بگم که بردن نام ایران توی این کتاب رو وقتی میخونیم تقریبا انگار تابوه. هر تلاشی میشه برای اینکه اسمی به جز ایران بیاد. توی موزه ها وقتی میره میبینه نوشته هنر مثلا مارلیک گیلان. حالا مارلیک کجاست؟ گیلان دقیقا کجاست؟ بغل دستش نوشته هنر سفید رود مثلا گیلان، هنر خراسان، هنر کلمه ایران نیست، کلمه تو موزه های خودم میخوام بهتون بگم که کلیدواژه مشترکی که نشون میده این از یک تمدن دارن میان انکار شده همچه به پیشفرز تو بخش عمده این متونی که ازش حرف میزنه. دومی ایران، ایران اول یک پیشفرز تمدنی وجود داره، تمدنی به نام ایران نیست، اسمش رو نبر. پیشفرز دومی وجود داره، جغرافیای سیاسی امروز که فقط 100 سال دوامش و بخش عمده این 100 سال هم این شکلی باز نبوده، باز تحول پیدا کرده. این جغرافیای سیاسی به یک تاریخ 5000 ساله تعمیم پیدا میکنه. بنابراین شما میبینید که در مورد هنر ازبکستان، تو ازبکستان یک کشور جدیده، ازبکستان بعد از سال 1991 و فروپاشی شوروی کشوری به نام ازبکستان رو داریم، قبلش هم چیزی نداشت. بنابراین هنر ازبکستان این هنر کلمه عجیبیه دیگه، به ویژه موقعی که هنر ازبکستان همون هنریست که در سمرقند و بخارا است. یعنی موقعی که شما در مورد هنر سمرقندی، هنر بخارا میخونید و میبینید که این به نام هنر ازبک تعریف میشه و ازبک ها یک قوم ایرانی هست، تردیدی درش نیست. نه ازبک ها مردم بسیار شریفی هست، دیدم شما دوستان ازبک فراغان دارم، اصلا شکی درش نیست. و ازبک ها هنرمندن، تردیدی درش نیست. منطقه ازبک ها همچنان یک قوم ایرانی در کنار گیل و مازن و ارمن و بلوچ و عرب و ترک و کرد هنرمندن، اینا بخش های مختلف یک تمدنن و موقعی که جداش کنی هم مستمره میشه که در دوران شوروی و چیزی نمیافره. تعمیم جغرافیای سیاسی به گذشته تنها نیست، بلکه تعمیم مفاهیم برساخته ایدئولوژیکی که اصلا نوع استعماری به شکل نوع استعماری برای تفرقه افکنی، برای مقاصد سیاسی ابداع شده به گذشته هم دیده میشه تو این کتاب. یعنی شما در مورد مفاهیمی که کاملا برساخته است و آشکاره، ما میدونیم که مفهوم کرد و مفهوم ترک مفاهیم نژادی نیستن. ما میدونیم که منطقه آذربایجان در شمال و منطقه کردستان در پایین مردم که الان اونجا کد ژنتیکشون کاملا یکیه، آفرو گروهاشون یکیه. اینو من روشن بهتون میگم. ما اینو میدونیم که خیلی از این دو قطبیایی که میشناسیم، عرب‌ها و بختیاری‌هایی که توی در منطقه گردستان و خوزستان هستن، اینا کد ژنتیکیشون یکیه و میبینید وقتی سیل میاد معلومه که یکیه و به کمک میکنن. همه میدونن این رو، ولی تو بعضی کتابا اینو نمیبینیم. و اون وقت هنر عرب در مقابل هنر بختیاری داریم، هنر ترک در مقابل هنر کرد داریم و اینا شالوده یک ایدئولوژی سیاسی مسمومه و این تو تکدابه تاریخ هنر اومده. بنابراین شما هنر کرد که حتما باید متفاوت باشه با هنر ترک میبینیم و این سوال پیش میاد که مثلا سهروردی مشهور کجاست دقیقاً؟ آره کرد ترک، سهروردی بزرگ زبان مادرش بالاخره ترکی بوده، کردی بوده. اینا هم پرسش دیگه، اینا پرسش مهمه. ایراد بعدی که ایراد چهارمه اینه که چون بالاخره ایران هست نمیشه کارش کرد، یک هنر ایران ابداع میشه، هنر ایران چروکیده، کوچک، موزه‌ای، هنر درباری دوران هخامنشی همچون هنر کل ایران اعمال میشه توی متون، توی موزه ها، در حالی که هنر ایران زمین در دوران هخامنشی، هنر ایرانی دوران هخامنشی کل هنری است که مردم دولت هخامنشی در قلمرو هخامنشی تولید میکردن، همچنان که در مورد چین هم همینطوره، در مورد روم هم همینطوره. مگه مثلا شما در دورانی که روم اسپانیا رو گرفته بود، هنری که در اسپانیا تولید میشد برچسبش چیه؟ هنر رومیه دیگه. درست هم هست اصلا. چگونه ممکنه که هنر سکا در منطقه صوب خوارزم و شمالتر تا قرقیزستان، چگونه ممکنه که این هنر که دقیقاً عین اون چیزی که شما تو فارسی می‌بینید،
فقط اینجا شیر و گاف میدونید، اونجا شیر و گرز میبینید، اقلیمشون متفاوته. چجوری ممکنه اون هنر رو برچسب متفاوتی بزنید؟ اول بگید سکا، بعد ببینید سکا هم زیادی ایرانیه، بهش میگه هنر سیبری. و ما موزه آرمیتاژ میتونم پارسال یه سالن گنده داره هنر سیبری و اصلا معلوم نیست اینا ایرانی بودن و کاملا روشنه و من دوره هخامنشیه، تو قلمرو سیاسی هخامنشیه آن چیزی که داریم میبینیم و پیونداش روشنه، منتها جاهای متفاوت گذاشته شده تو میزه، کتابای متفاوت و فصول متفاوت در موردش نوشته شده، برچسبای متفاوت خورده تا این کار بشه که اینها یک جریان یک چیزه. و یک ایراد پنجم هم هست در این کتاب، هر چیز زیباست یونانی است، هر چیز زیباست لاتینی اروپایی است. تو هند پیدا شده اب نداره، لابد یه زمانی یونانی ها رفتن تو هند دیگه. هنر بودایی هند کاملا ادامه تکامل هنر دره سنده، منتها فرض میشه که لابد یونانیه دیگه، چون زیادی قشنگیه، بیش از حد اونجاست و این رو همه جا میبینید. این پنج ایراد، پنج درمان هم داره، باز داره فهرست کنم چون زمان کوتاهه. من فکر میکنم این پنج اصل رو باید در نظر بگیریم اگر میخوایم به هنر ایرانی نگاه کنیم و اگر میخوایم از توش چیزی بیرون بکشیم، اگر میخوایم هنر ایرانی رو بفهمیم. یک، ایران زمین یک تمدنه، اینو باید کنار بیاریم باش، ما باید خوشحال و شادمان باش کنار بیاریم، ما باید مستدل در موردش حرف بزنیم طوری که منکرانش کنار بیاریم باش به شکل علمی. ایران زمین یک حوزه تمدنی به شدت در هم پیوسته است و هیچ چیزی به اندازه هنر این رو دقیق نشون نمیده. هنر ایران زمین از ابتدای تا پیش از اینکه ماهیت سیاسی مشترک پیدا کنه این قلم رو مشترک بوده، منسجم بوده. هنر ایرانی به شدت در هم تنیده است، قلمروهای مختلف جغرافیایی و فرهنگی ایران زمین متنوع است ولی بر هم پوشانی داره، مثل جمعیت‌های ما، مثل دین‌های ما، مثل نژادها و قوم‌های ما. سوم اینکه در ایران زمین است که فرهنگ بر مبنای کنش متقابل شکل میگیره، نه درون‌زاد. تمدن ما یک تمدن درون‌زاد قبیله‌ای نیست، تمدن ما یک تمدن یک دولت شهر یا یک شهر نیست که بره باقی جاها رو بگیره و خودش فرق را ببینه، مثل روم، مثل پکن، مثل تمدن هر جایی که میشنسه. تمدن ما شبکه ای از شهر هاست، تمدن ما تمدن راه هاست، تمدن ما تمدن کنش متقابله. هنر ما در یک شهر، در یک معبد شکل نگرفته، در معبدها، در شهرها، در میانی راهها، در دل کاروانها ما هنر تولید کردیم و به این خاطر که هنر ما گسترش پیدا کرده، به این خاطر که توی راه ابریشم وقتی میرین همچنان تو در و دیوار غارها هنر ایرانی رو میبینیم و در غرب هم میبینیم و این حاملانش اقوام ایرانی بودن، در شرق سعودیان و در غرب یهودیان. واحد تحلیل هنر ایرانی ایران و این رو باید دید. اون وقت میشه پرسش شرک کرد، اون وقت میشه پرسید که خلاقیت های هنری کجا به وجود اومده، تو کدوم کانون ها، کی، چه سبکی شکل گرفته. شاید بتونید بگیم کیا، شاید هم نتونید بگیم، میتونیم بگیم دوران های تاریخی رو پیدا کنیم و این دامنه جغرافیایی بست این خلاقیت های هنری، این عمق تاریخی ادامه پیدا کردن این سبک های آفرینش هنری چجوری بوده، چه شکلی بوده، سلیقه ای که شکل گرفته چجوری با هم دیگه ترکیب شده، کجا تداوم پیدا کرده، کجا دگرگیسی پیدا کرده، کجا فرو مرده. هنر ایران قصه ایست بسیار پیچیده، بسیار دلکش، بسیار رنگارنگ. هنر ایران بس نیست برای چشم، برای اونایی که به هنر تجسمی علاقه دارن، بس نیست برای گوش، برای اونایی که به موسیقی علاقه دارن. هنر ایرانی زنده است همچنان، شما اینو می‌بینید هر جایی برید، تو هر روستایی برید، تو هر خونه‌ای برید علائمش رو می‌بینید. هنر ایرانی ولی سلیقه زدوده است، بی اعتماد به نفسه، فاقد پشتوانه نظریه، دستگاهی برای فکر کردن در مورد خودش نداره. آقای میرفخرایی عزیز صحبتی کردن در مورد اینکه چه کنیم، ایران رو چجوری پیدا کنیم. ایران رو ما باید پیدا کنیم، ایران رو هر نسل ایرانی ها هی پیدا کردن برای اینکه ما موندیم. ایران همیشه سیل میمده، ایران همیشه بعد از اینکه سیل میمده دوباره ساختنش، مردم میسازنش. همین الان نگاه کنید سیل که فروکش کرده، مردم دارن میسازنش، ناامیدان، مایوسان، همونایی هستن که آقای دکتر بهشتی عزیز گفتن، اونا منقرض میشن،
همیشه اینا بودن، در هر نسلی یه بودن گوگو میکردن، ناراحت بودن و چرا اینجا به دنیا اومدیم، این چه وضعشه، و هر نسل اونا منبرز شدن و یه دیگه نسل دیگری اومدن جایگزینشون شدن. آن چیزی که باقی مونده ایرانه، آن چیزی که باقی مونده ایرانیه، آن چیزی که باقی مونده سلیقه هنری ایرانیه. یه زمانی ما یه ایزدی داشتیم تو ایران به اسم نریو سنگ عرصایش و نریو سنگ شد بردن و باز دوباره ثابتن شد دوره ساسانی شد نرسه، در واقع نیمه دوره اشکانی دیگه اسم نرسه رو داره و برای جهان پخش شد. مثلا اسم نارسیس در ایران که نرگس شد دوباره در ایران همین. یه موجود اساطیری خیلی جالبیه، ریزه کاریشو کاری نداریم، اون موجودی است که پیام انسان رو به آسمان میبره. و جالبه که نرسه اسمش یعنی چی؟ نره یعنی نر، نر یعنی مرد و انسان در عوستایی، هم یعنی مرد میدن هم یعنی انسان میدن، و سنکر یعنی جلوه و یعنی زیبایی، جلوه انسانی، زیبایی که از انسان برمیخیزه. این سوره اسرافیل ماست، سپاس.